سلام عرض میکنم خدمت شما و هممیهنان عزیزم در اتاق پالتاک. بنده نوروزی هستم از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. ما امشب در خدمت شما هستیم در رابطه با نقض حقوق کودک در ایران. برنامه ای که ما تهیه کردیم و کانون و کمیته کودک نهاییش کردن که ما امشب در خدمت شما باشیم در رابطه با کودک کار هستش که ما این برنامه رو طی دو بخش که بخش اول توسط جناب آقای رضا عباسی سرپرست کشور دانمارک هستش اجرا میکنم و بخش دوم اون توسط آقای هادی درتومی عضو کمیته کودک در خدمت شما هستم. امشب من به همراه همکارم جناب آقای سید اشکان حسینی که مسئولیت فیلمبرداری و تهیه فیلم و عکس رو دارن در خدمت شما هستم. جناب آقای عباسی بفرمایید. با عرض سلام خدمت همه حضار در جلسه، من رضا عباسی هستم از نمایندگی اسکاندیناوی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در خدمت شما هستم با کوتاه در مورد کودکان کار یا کودکان خیابانی. فقط در ابتدا از شما خواهش میکنم به احترام تمامی کشته شدگان راه آزادی در آبان ماه یک دقیقه سکوت بفرمایید. سپاسگزارم. در ابتدا من توضیح میدم در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سالی که به تصویب رسیده چه کشورهایی در اون بودن و چه اتفاقاتی افتاده. اعلامیه جهانی حقوق بشر از 30 ماده تشکیل شده که در 10 دسامبر 1948 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب رسیده و به امضای 48 کشور رسیده که ایران هم یکی از اون کشورها است. و با قراردادهای بین المللی و کنوانسیون ها از حالت اعلامیه خارجش کردن و یه جورای اجرایش کردن. اما فقط 70 سال نیست که حقوق بشر اجرایی شده. در واقع حقوق بشر یه امر ذاتیه که به کل عمر انسان برمیگرده، یعنی از وقتی که انسان متولد میشه این حقوق رو داره تا وقتی که از روی کره خاکی میره. قبل از اونی که انسان ها از نقش جامعه و مذهب استفاده بکنن این حقوق وجود داشته و این حقوق کاملا ذاتیه و اکتسابی نیست. در ماده یک اشاره میشه به این که همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، تولد آزاد و از هر دیدگاه مذهبی چه ماده گرایانه میشه بهش نگاه کرد آزاد هستن. حقوق شهروندی هم وظیفه‌ایه که هر جامعه‌ای برای مردمش، برای کشورش و خانواده‌ای که اونجا هست باید ایجاد امکانات و رشد و حقوق داشته باشه. حقوق ذاتی انسان مثل آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت زندگی که متاسفانه کسانی که بر رأس قدرت هستند اونو به میل خودشون تغییر میدن و این حقوق را که یه چیز کاملا ذاتی از انسان میگیرن و به دلخواهشون تو مسیرهای دیگه ازش استفاده میکنن و کاملا در بعضی موارد از بین میبرن. در این مسئله کودکان ما نیز بی نصیب نموندن و کودکانی که آینده سازان جامعه ما هستند، کودکانی که در واقع باید آینده ما رو بسازن با رشدشون، با تحصیلشون. یک کودک در از توجه جامعه شناسان و روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته که
در سال 1959 پیشنویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کنوانسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارائه شده و در مورد تصویب قرار گرفته. در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک رو پیریزی کردن. بعد از اون میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک که 20 نوامبر 1989 تصویب و به امضا رسیده. در سال 1990 قریب به 20 کشور و اکنون 190 کشور با امضای خودشون این مفاد را متحد شدن. این کنوانسیون 54 تا ماده حقوقی داره که ایران در سال 1372 به این کنوانسیون به صورت مشروط پیوست. مشروط به چه معنی؟ به این معنی که هر موقع و هر جایی که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشه از طرف دولت میتونه غیر قابل اجرا باشه. میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک در 20 نوامبر 1980 در قطعنامه شماره 2544 در مورد کودک بیان میکنه که کودک انسانیه که سن 18 سالگی هنوز تموم نکرده، مگر اینکه سن بلوغ از لحاظ حقوقی جاری در کشورها زودتر تعیین بشه. همچنین ما در اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو میتونیم به اهداف 1، 2، 3، 4، 5، 11 و 16 اشاره کنیم. هدف اول پایان دادن به فقر در تمامی اشکال در هر جای جامعه. هدف دوم پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی. هدف سوم تضمین زندگی توأم با سلامتی برای همه در همه سنین. هدف چهارم تضمین کیفیت آموزش و فراگیر عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام عمر برای همه است. در هدف پنجم اشاره میکنه به دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان، زیرا زنان در جامعه ما در واقع کودک شناخته میشن و تا وقتی که در خانه هستند باید از اجازه پدر در تمام کارهاشون استفاده بکنن. هدف 11 هم تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانیه به مکان‌های همه شمول مقاوم و پایدار. هدف 16 هم ترویج جوامع صلح طلب، ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیره. در ساختار حقوق کودک یک سری مبانی و حقوق انسانیه که مورد تاکید قرار گرفته. عدم تبعیض جنسیتی، عدم تبعیض نژادی، عدم تبعیض قومیتی دینی، حق حیات، حق بقا و رشد، احترام به دیدگاه کودک، عدم شکنجه و بازداشت و زندانی کردن کودکان، آزادی اندیشه و دین، شرکت در اجتماعات، حق تأمین به ویژه در موقعی که کودکان بی سرپرست میشن، تأمین اجتماعی، بیمه، بهداشت، درمان و آموزش های اجباری. ولی در ایران سن کودکی به تعبیری از جامعه شناسان امروز جامعه کودکانه به شمار میره، چون که جایگاه کودکان به تبع پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف و ابهام و ناروشنی قرار گرفته و از 4 جهت به اون پرداخته شده: قانونی، از لحاظ شرعی، از لحاظ سیاسی و اجتماعی. حالا میخوایم توضیح بدیم در مورد جزئی در مورد این 4 بخش. از لحاظ قانونی، چون فاصله سنی بین 0 تا 18 سال قرار دارن کودکان. طبق قانون کشور کلیه افراد زیر 15 سال تمام هیچ کارفرمایی حق به کارگیری اونا رو نداره. از منظر قانونی استخدام کشوری هم نیروهای کار شاغل در بخش دولتی قرار میگیره که افراد زیر 18 سال
به دلیل قرار گرفتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع میشن. از نظر قانونی و شرعی دخترها تا هر سنی و در هر درجه اجتماعی کودک شمرده میشن و برای ازدواج دختران که خودش حدیثیه در هر سنی باید با اجازه رسمی پدرشون کارهاشون انجام بدن. از لحاظ شرعی و فقهی افراد صغیر شامل کسایی هستند که دختر تا زیر سن 9 سالگی و پسران تا زیر سن 14 سالگی قرار دارند. از نظر قانونی و شرعی دختران میبایستی برای انجام تمام امورشون از پدرشون اجازه داشته باشند. از لحاظ سیاسی افراد واقع در زیر 16 سال به دلیل عدم بلوغ سنی کودک شمرده میشن و نمیتونن در انتخابات کشور شرکت کنن. در واقع بازم هیچ سنی مشخص نشده که کودکان برای امور نظامی چه در جنگ چه در زمانهای غیر از جنگ به مناطق جنگی و جهادها اعزام میشن. اما از لحاظ اجتماعی و تامین اجتماعی فرزندان اون دست از بیمه شدگانی میتونن از این خدمات بهره مند بشن که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی، البته اگر در منزل پدرشون باشن میتونن استفاده کنن. اما از نظر آمارهای آمارگیری کشورمون افراد زیر سن 10 سال کودک معرفی میشن و مورد وضعیت اشتغال افراد بالای 10 سال از کودکی خارج میشن. ما یه سری نابسامانی و عدم تکلیف در کودک و کودکی داریم که به مهمترینشون پرداختیم. کودک و بهره‌کشی نظامی یا بسیج میتونیم نام ببریم. کودکان کار، کودکان بی‌هویت، اعمال خشونت و کودک آزاری که در یک موردش میتونیم به صدور حکم اعدام و قصاص این قشر آسیب‌پذیر اشاره کنیم. کودک همسری و موزل پدر تباری. اما تعریف کودک چیه؟ کودک اجباراً برای امرار معاش خودش و خانوادهش به کار مشغول میشه یا در اثر فقر در خیابان زندگی میکنه و به نام کودک کار و کودک خیابان شناخته میشه. شرایط زندگی باعث تفکیک این کودک میشه که چه اسمی روش قرار بگیره در واقع. اما کودکان کار همشون دارای خانواده‌اند و برای امرار معاششون به کارهای سخت تن میدن. که در آینده بتونن از اون کار مهارتی به دست بیارن و اون مهارت شغلی رو استفاده بکنن. اما در این حال از تحصیل باز میمونن. اما در قانون ایران کودک برای کار کردن در سن 15 سالگی ممنوعه، اما کودکانی که در سن 15 تا 18 سال هستند میتونن در مشاغل شایسته مشغول به کار بشن. طبق ماده 79 قانون کار به کار گرفتن کودکانی که کمتر از 15 سال دارند توسط کارفرما ممنوعه و مورد مجازات قرار میگیرند. طبق ماده 188 قانون کار کارگران کارگاه های خانوادگی از انجام کارهای منحصرن توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یکشون انجام میشه مشمول مقررات قانونی کار نمیشن. اما در ماده بعدی این قانون اومده که کارگری را که بین 15 تا 18 سال قرار داره کارگر نوجوان نامگذاری کردن.
البته باید به این موضوع اشاره بشه که کارگری که در بدو استخدامش مشغول به کار میشه باید از طرف سازمان تأمین اجتماعی مورد یک سری آزمایش های پزشکی قرار بگیره. در ماده 82 قانون کار ساعت کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین میکنن. و اما باز این هم یک امتیازه که با توافق کارگر و کارفرما به نتیجه میرسه. اما در ماده 80 قانون کار توضیح میده که افراد 15 تا 18 سال رسما به عنوان کارگر نوجوان مورد پذیرش قرار گرفتن. البته با اینکه مواد 82 تا 84 قانون کار شرایطی را برای کار کودکان قائل شده، اما میتونیم به منع اضافه کاری و انجام کارهای سخت و البته زیانبار و شبانه اشاره کنیم، ولی بر اساس ماده 188 قانون کار کودکان در کارگاه خانگی و به موجب ماده 196 کار آنها در کارگاه های کوچک زیر 10 نفر ممنوعه. در اصل ماده 79 و 82، 83 و 84 قانون کار اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال باز منع شده، چون زمینه استثمار کودکان فراهم میشه. از طرفی همونطور که ماده 84 به مشاغلی که برای سلامت اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، اما این به این معنیه که اگر زمینه زیانباری برای کودکان و نوجوانان مرتفع بشه کارفرما میتونه از کار کودکان استفاده کنه. قوانین داخلی در حمایت از حقوق کودکان در ماده 45 قانون حمایت از خانواده هر نوع تصمیم اجرایی را در مورد کودک با رعایت منافعشون باید انجام بشه. اما آمار به ما چی میگه؟ طبق گزارش یونیسف از هر 12 کودک در جهان یک کودک مجبوره که کار اجباری انجام بده. اما به طور معمول به ازای هر 6 کودک در دنیا یک کودک کار میکنه. تعداد کودکانی که در مشاغل سخت فعالیت میکنن و در بدترین اشکال کار کودک هستن. در سال 2006 126 میلیون کودک و یعنی 70% اونها در زمینهای کشاورزی فعالیت داشتن. اما فقط 9% از این کودکان در کارهای صنعتی اشتغال داشتن. یه سری کشورها این کودکان را در کارها و درگیری‌های نظامی استفاده می‌کنند، مثل آنگولا، برمه، کولومبیا، سودان، اوگاندا. اما بر اساس آمار جهانی سالانه 250 میلیون کودک از 5 تا 14 ساله محروم از کودکی میشن. طبق آمار 120 میلیون این کودک وارد کار بازار میشن و مشغول به کار تمام وقت میشن. در آسیا 61% از این کودکان مشغول کار هستند. اما در ایران در سال 96 معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری میاد و آماری میده از این کودکان. 15,000 نفر کودک رو اعلام میکنن که من از کودکی شدن و به کارهای سخت مشغولم. اما در کنار سازمان بهزیستی میاد این تعداد کودکان رو 7,000 نفر عنوان میکنه. بیشتر این اتفاقات و این نابسامانی ها در مناطق فقیرنشینه که تعدادی از این مناطق را برای شما اسم میبرن: دروازه قار، خاک سفید، فرهزاد، شوش، لب خط، مرتضاگرد، کارون، کاروان. و همچنین میتونیم به محلات قلعه‌گیری در شهر ری، ملک آباد و سراسیاب در کرج، داوود آباد قرچک،
کوی عرفان، اسلام آباد، قدیر و شریعتی در گرگان نام ببریم. فقر بیشترین مشکل را برای خانواده ها و این کودکان درست کرده که کودک ها برند و بیرون از خونه زندگی بکنن. ممنونم از وقتی که به من دادید و گوش دادید. سپاسگزارم.